رسماً اعلام شد به مدیران شهری که این خانه رفت جزء میراث ملی و در لیست ثبت شد. در چنین شرایطی که امروز شما تصور بفرمایید این خانه پیشتر به سطح در واقع میراث ملی رسیده بود، ولی تا نامه نگاری بشه، حالا من نمیدونم مگه میشه مدیران خبر نداشته باشن از زمانی که این خانه در نیشابور ثبت شده، یعنی از اردیبهشت ماه تا 13 خرداد که رسما بهشون ابلاغ میشه که این خانه ثبت شد. 14 که روز تعطیله آقای خریدار میاد لودر میندازه و خانه رو ویران میکنن و مرمت این خانه رو رصد کردن و گفتن که این خانه تعلق به دوران پهلوی اول داره و سال ساختش رو تخمین زدن بین 1305 تا 9. یعنی از هر حیث این دو جهت ارزشمند بوده این خانه و ارجمند. در طول این مدت بازسازی اساسی نشده که احیانا اون حالا مثلا شاکله اصلیش از بین بره؟ هرگز بازسازی اساسی این خانه نشد. فقط در سال 1390 در زلزله‌ای که در نیشابور آمد این خانه دچار آسیب دیدگی هایی شد، از ناحیه سقف چند ترک و از ناحیه دیوارها، و در اون سال از نگاه کارشناسان در واقع ساختمانی این خانه برای زیست در اونجا ایمن نبود چندان. عرض به حضورتون که خب اینجا رو در واقع بازسازیش هزینه گزافی داشت، بسیار هزینه زیادی داشت، چون که خانه از دیوارهای خیلی با قطر بسیار ساخته شده بود و از جهت مهندسی کار دشواری بود بازسازیش به طوری که ایمن بشه. هرچند که تا 15 همین ماه که بولدوزر انداختن و ویرانش کردن سرپا بود، همچنان سرپا بود این خانه. عرض خدمتتون که در سال 1393 شهردار محترم وقت جلسه میگذارن با ورا و میگن که ورا دوست داشتن که اینجا تبدیل بشه به موزه مشکاتیان و ثبت ملی بشه. یعنی انگیزه اصلی ورا، حالا در طی توضیحات پیشتر که بریم توضیحات که خدمتون میدم با مدرک، انگیزه مالی نبوده اصلا، علارغم آن چیزی که آقای ترقی اصرار داشتن برای توضیح اون و تبیین اون اثبات اون. آخه چه مسئله مالی؟ اگه ما مسئله مالی داشتیم که اصلا چه نیازی بود بریم بیایم با شما هماهنگ کنیم؟ خب میساختیم، خراب میکردیم، برج میکردیم، غیر اینه مگه؟ آی بابایی، خونه چه سالی فروخته شد؟ فروخته خونه سال 1397 97 فروخته شد. 93 در یک توافقی با شهرداری قرار بودش که این ملک تغییر کاربری بده، درسته؟ تغییر کاربری بده و بله دیگه، یعنی هم موزه مشکاتیان به موزه استاد تبریز مشکاتیان، همچنین ثبت در واقع بناهای بله. خب اون توافقی که با شهرداری داشتین چرا به سرانجام نرسید؟ میگم الان حضورتون ببینید، ما دو تا توافق داشتیم با شهرداری. یکی در سال 1393 معذرت میخوام که کارشناس ساختمانی شهرداری، حالا نمیدونم شهرداری سیاسی، هر کارشناس ساختمانی قیمت، اون آن کسی که قیمت میگذارد بر املاک منطقه دولتی، کارشناس رسمی، ایشون آمدند و قیمت خانه را در اون مقطع 3 میلیارد اعلام کردند. خب منتها با در نظر گرفتن ایدئال و آن چیزی که رأی خانواده بران استوار بود، رأی براس بران استوار بود، یعنی ثبت ملی خانه و نیز تبدیل آن به موزه تبریز مشکاتیان. که این بحث 3 میلیارد رو خب تفاهمی بود که بین خانواده، بین وراث و در واقع شهرداری
صحبت شد این توافق، منتها ظاهرا شهرداری توان خرید این مترو به این قیمت نداشت بعده، و این قضیه ادامه پیدا کرد. این خود این ایستادن خانواده پای این صحبت نشان از این است که قصد مالی نبوده، ولی بلد بودیم چجوری تبدیل به پولش کنیم، درسته؟ قصد مالی نبوده. معیار اساسی ما همون ماجرای ثبت ملی و موزه استاد مشکاتیان بوده. تا حدود 3.5 سال بعد از اون دوباره که 2 شهردار در این مدت عوض شدن، در سال 1396 در واقع کارشناسی دوباره صورت گرفت، کارشناسی قیمت. و جالبه که در این مملکت خیلی این بامزه است که بعد از 3.5 سال قیمت به چیزی کمتر از نصف قیمت مورد توافق در 3.5 سال پیش تقلیل یافت، یعنی شد چی؟ 1,300,000,000 تومان. با این حال خانواده نگفتن، منتها وقتی که قرار گذاشتن این 1,300,000,000 رو هم فرموده بودن که به صورت تهاتر ما میتونیم در واقع بپردازیم. تهاتر یعنی چی؟ یعنی مثلا 500-600,000,000 تومانش رو نقد میدیم، ما بقیش رو آیا باید ببینیم که ملکی حق داریم که به اندازه ما به تفاوت در واقع آنچه به شما میپردازیم و تا 1,300,000,000 تومان این رو تقدیم خانواده بکنیم، یا نیست، ممکنه ملکی باشه گرونتر باشه، مالانش رو باید شما بدید، ولی در آنچه که دستمون باز هست مصالح هست. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم به شما غیر بدیم، ماسه بدیم، میلگرد بدیم، شن بدیم، مثلا شن میدونم مثلا این چیز هست دیگه. شما فکر کنید خانواده استاد مشکاتیان غیر رو باید چیکار کنه؟ اصلا ماسه من شن میدونم باید چیکار کنیم، میلگرد رو چیکار کنیم؟ که خانه رو خودمون به هر سیستمی که صلاح میدانیم در معرض فروش بگذاریم. و اتفاقا خریداران محترم دیگری هم پیدا شدند، ولیکن یکی از مدیران شهرداری، یکی از مدیران خود شهرداری نیشابور، فرموده بودند که آقایی هست که ایشون ساخت و ساز میکنه و با ما در تعامل و همکاری که مجموعه ساختمان هایی با عنوان شاهکار در نیشابور ایشون میسازند. ایشون به دلیل احتمالا تخلفاتی که کردن، خب طبیعیه، خب هر سازنده‌ای ممکنه این حساب تخلف، نه به معنای منفی کلمه، در تخلف در ساخت و اینها منظورم هست، بدهکار هستن به شهرداری. شما بیایید ملک رو به ایشون واگذار کنید که بدهکار شهرداری هستن، که بعد شهرداری بتواند ملک رو از ایشون بابت بدهیاش بگیره و باز تبدیل کنه به موزه و هر آن چیزی که ایدئال خانواده است. یعنی این آقا اونطور نیست که جناب آقای ترقی فرمودن که ای کاش خانواده استاد مشکاتیان میدیدن دارن با کی معامله میکنن. آقا از ناحیه خداتون ایشون ترجیح ارجح دانسته شده بر دیگر خریداران. چی میگی؟ ایشون ارجح دانسته شده از ناحیه مدیران خودشون. این موضوع به صورت کتبی که اعلام نشد که نه خیر ایشون ها خب درستشون رو بلدن، بله کتبن که اعلام نمی کنن، شفاهی بوده. ولی خب از این طرف هم خانواده، میان اعتماد میکنن. یعنی این که رئیس محترم اداره میراث فرهنگی در 28/12/98 پیشبینی کرده، گفته احتمال این میره، دیم این میره که مالکشون تخریب کنن، برای حواستون جمع باشه. خب درسته. یعنی هشدار رو دادن. پس باید خیلی مراقب تر می بودن نسبت به این موضوع. والا دیگه اینو حالا بینندگانتون شما باید ببینید که آیا اینجوری اینگونه باید باشه یا نه. جز اینکه این همه سال صبر کردیم برای اینکه این ثبت ملی بشه و موزه بشه، از 3 میلیاردی که سال 93 گفته بودید کوتاه اومدیم همینجوری تا 1,300,000,000. بعد دیگه تهاتر رو دیگه
قیر میخواد بده ما چیکار کنیم آخه؟ اونو زه میلیارد میخواد بده، معلومه هیچ چیزی دوباره این نمیره. بعد اومدیم بفروشیم، خب به صورت اونجا هم در واقع پیشنهاد دادن که این فرد اصله هست، در با این که پیشنهاد از ناحیه مدیران اونجا بوده، ایشون میگه که اینا خانواده استاد مشکاتیان باید تحقیق میکردن که دارن نکنه کی میدن. بله ای بابا میدونین باید تحقیق میکردن. اتفاقا من نگران مردم نیشابورم که متولیان در واقع نیشابور یک همچین آدم هایی، یعنی اونا باید حواسشون، مردم عزیز نیشابور باید حواسشون جمع باشه که آقای محترم شما اون متولی هستی که در جایگاهی نشستی که خیلی جاتون نیست اونجا. آقای بابایی، وقتی که یک بنایی سطح ملی میشه، اگر که تخریب بشه به هر دلیلی، یک امکانی وجود داره که میگفتن که میتونه این به این ساخته بشه. میخوام بدونم که حالا با توجه به اینکه الان دیگه خانواده مشکاتی ها مالک اون بنا نیستن، الان با توجه و با توجه به اینکه خیلی اعتراضات نسبت به این موضوع وجود داشته، سرانجام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نسبت به کدوم موضوع؟ اینکه خب این الان بنا این بنا الان تخریب شده دیگه، نسبت به این موضوع همه اعتراض دارن. ما یه چیزی داریم تو میراث فرهنگی که میگن که اگر که بنای ثبت ملی تخریب شد، میتونه که این به این باید اون مالک این به این خانه رو بسازه. میخوام بدونم که الان سرانجام چه اتفاق میفته. ما الان اون 10% باقی مانده رو هم از دست خواهیم داد و دیگه بنای خانه پدری. من در جریان در واقع این که در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته نیستم، ولی کن ظاهرن گفتند که قرار هست اون متخلف که آقای در واقع خریدار این ملک هست که میشه مالک فعلی، حکم براشون ببرن که از یک تا 10 سال یه چیزی اینجوری ببرن که حالا ببینیم چی میشه. و ایشون زمانی که از زندان حالا ببینیم میرن زندان نمیرن چی میشه، ما خیلی اصرار نداریم کسی بره زندان، ولی این کارش خیلی کار ناجوری بوده. خیلی جالبه فردای روزی که نامه رسیده است که اینجا ثبت شده، این آخه من نمیفهم یعنی چی فردا روز تعطیل اومدی بلوزر انداختی مگه کسی هم اینجا کاری نکرده؟ متاسفانه این اتفاقات تو روزهای تعطیل تو شهرستانای ما خیلی زیاد بله. رخ میده. حالا فردای رسیدن نامه آخه یه ذره آدم رو بعضی وقتا ذهنش رو ممکنه گمراه کنه. بعد از خونه چی میشه؟ خونه رو ایشون زمانی که از زندان در واقع بیرون تشریف میارن با هزینه خودشون باید بسازن و بازسازی کنن. اصلا خب این به این باید ساخته بشه. بله این به این باید ساخته بشه. خب میراث فرهنگی من دیدم کارشناسان واقعا تراز اولی داره در این زمینه و در زمینه مرمت واقعا خوب هستند، ولی خب دیگه ولی خب تعداد خونه هایی که این به این ساخته شده خیلی کمه. بله دقیقا. زنده باشید، خیلی متشکرم، ممنون از اینکه وقت گذاشتید و توضیحاتتون رو دادین، توضیحات ارزشمندی بود، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه، شب شما بخیر.